محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجراییه را با خود داریم. آقای میثم با سلام بر شما، ممنون از حضورتان در برنامه. ابتدا با سوال واضح میپردازیم. آقای خلیزاد، بعد از تنش‌های لفظی بین واشنگتن و کابل روی نظریات آقای محب به افغانستان سفر کرده، آیا در ملاقات‌های آقای خلیزاد با مقامات افغان آقای حمدالله محب حضور داره یا خیر؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، امروز بعد از ظهر رئیس اجراییه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در پیوان به پروسه صلح افغانستان دیدار کردند. بله. دیداری که در ریاست اجراییه انجام شد، از جانب افغانستان رئیس اجراییه و وزیر خارجه حضور داشت و با آقای خلیلزاد گفتگوهای پیرامون پروسه صلح صورت گرفت. آقای خلیلزاد پیشرفت‌ها و آخرین جزئیاتی از سفرهایش با رئیس جایه شریک ساختند و تأکید کردند که به توافق نهایی با طالبان هنوز نرسیدند، اما پیشرفت‌هایی در پیوند به پروسه صلح افغانستان صورت گرفته است. پس شما چیزی نشنیدین که آقای محب عصر امروز در ملاقاتی که در ارگ قرار است بین آقای غنی و آقای خلیلزاد داشته و حضور می‌یابد یا خیر؟ من در اون مورد معلومات ندارم. بله. آقای عبدالله دیروز گفته بود که یک انستیتیوت در قطر از حکومت افغانستان دعوت کرده که در نشست در این کشور شرکت کنه. این کدام نشست است که انستیتیوت دعوت کرده از حکومت افغانستان و آیا شامل رئیس جمهور و رئیس اجرایی میشه یا یکی از هیئت مذاکره کننده افغان دعوت به عمل آمده تا در این ملاقات شرکت کنند؟ ما جزئیات سفر زیاد نمیفهمم، اما اطلاعات دارم به شکل کلی که این انستیتیوت از روزها قبل آمدن دعوت کرده بود از رهبری حکومت، مشخص از رئیس اجرایی هم، و خواستار ازی شدن که در اونجا حضور پیدا کنه و پیرامونی پروسه صلح افغانستان گفتگوهای صورت بگیره. خب این گفتگوها با کی خواهد بود؟ جانب مقابل کی هست که انستیتیوت از رئیس اجرایی دعوت کرده؟ آیا هیئت طالبان هستن یا کسان دیگه؟ فکر نمی کنم که هیئت طالبان باشه. بله. احتمال داره که از مقامات قطر در اونجا حضور پیدا کنه و تلاش شوه پیرامون همکارهای افغانستان و قطر و نقش قطر در راستای فراهم نمودن تسهیلات پروسه صلح افغانستان. خب آقای خلیلزاد خواهان ایجاد یک هیئت از حکومت افغانستان برای نمایندگی از افغانستان در نشست ها با طالبان شده. شکلگیری این هیئت به کجا رسیده؟ کیا شامل از او هستند و آیا نهایی شده یا خیر؟ در گذشته شما میدانید که ما یک هیئت مذاکره کننده حکومتی را داشتیم. 12 نفر که اکثرا حداقل شامل دولت افغانستان بودند، اما بعدا احساس شد و تقاضاها و خواسته های مطرح شد که نمایندگان جریان های سیاسی و نهادهای فعال جامعه مدنی، جامعه زنان، اینا هم به یک نحوی حضور بیشتر داشته باشه. تلاش بر ازی است که یک هیئت فراگیر و همه شمول ایجاد شود. انشاءالله که تا آینده نزدیک ما ترکیب هیئت را به مردم افغانستان معرفی خواهد کردیم و این میتونه که به نمایندگی هم دولت و هم تمامی طرف های تاثیرگذار در افغانستان وارد مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت شود. خب در دور ششم سفر خود آقای خلیزاد بعد از افغانستان به پاکستان و ازبکستان، اردن و قطر سفر میکنه. ازبکستان اخیرا به نظر میرسه که یک نقش بسیار فعال را در پروسه صلح افغانستان میخواد داشته باشه. سفرهای هم مقامات و ملاقاتهای بین از اونا و مقامات افغان هم صورت گرفت. فکر میکنین که اگر صحبت بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره، این نشست در ازبکستان خواهد بود؟ از دید حکومت افغانستان مکان زیاد مهم نیست. اگر او نشستی صورت میگیره و او نشست هم خطوط سرخ حکومت افغانستان تمام در اونجا لحاظ شود، ما ماده ازی هستیم که با مخالفین مسلح حکومت در هر جایی نشست کنیم و با اونا گفتگو کنیم. اما آنچه که برای ما مهم است، ما بارها اعلان کردیم که جنگ راه حل نیست. بالاخره مسئله افغانستان باید از دیالوگ، از رهگذر دیالوگ بین الافغانی حل شود. احتمال داره که یکی از جای ازبکستان باشه. شما شاید سفر وزیر خارجه ازبکستان به کابل بودین که اونا هم به صراحت
اعلام آمادگی کردند و در گذشته هم تاشکند میزبانی یک نشست منطقه‌ای در پیوند به مسئله افغانستان بود. بله. اما تا هنوز این مسئله نهایی نیست. ممنون و سپاس از حضورتان در برنامه آقای میثم و از شرحی که از سفر آقای خلیلزاد که هم اکنون در کابل مصروف ملاقات با مقامات افغان است برای بیننده ارائه داده. تشکر از شما.